سلام دوستان، نازنین احمدی هستم. امروز با آموزش ماکت کیک دندونی در خدمتون هستیم. میریم با هم یه ماکت خیلی خوشگل و زیبا رو آماده کنیم. وسایل لازم برای درست کردن ماکت کیک، یه فوم لازم داریم یا استایروفوم که توی اون سایزی که نیاز دارید و مورد نظرتون هست میتونید انتخاب کنید. فوندان توی رنگ‌های مورد نظر خودتون، حالا من رنگی که انتخاب کردم برای تم دخترونه هست. وردنه لازم داریم، رنگ صدفی و رنگ آبی، قیچی، پالت و قلمو، روغن گریسکو و آب. با توجه به اینکه خمیرهای فوندان کیفیت‌های متفاوتی دارن، بعض از خمیرها چسبندگی دارن، به خاطر همین میتونیم از روغن گریسکو یا نشاسته ذرت برای اون کار استفاده بکنیم. خب من این خمیرم رو میخوام یه مقدار ورز بدم. وقتی میخواین خمیرتون رو ورز بدین، با کف دستتون خیلی آروم بهش فشار بیارید که خمیرتون هوا نخوره و توش حباب ایجاد نشه. چون خمیر من نرم هست، من برای پهن کردنش از نشاسته ذرت استفاده میکنم. روی سطح کاری مقدار نشاسته ذرت میریزم و شروع میکنم خمیرم رو پهن میکنم. کیک یا ماکت رو دو مدل میتونیم کاور کنیم، با فوندانت یا به صورت کمربندی یه نوار دورش میندازیم یا یه دایره بزرگ پهن میکنیم و میندازیم روی سطح کار و تا پایین باز میکنیم و میچسبونیم روی سطح کیک یا ماکت. من توی این کار میخوام مدل کمربندی رو کار کنم، دور تا دور ماکت رو فوندانت بندازم و با آب بچسبونمش. خب من خمیرم رو پهن کردم، ارتفاع ماکت هم 20 سانته، 15 سانت. خب اینو با 15 سانت من برش میزنم. من این خمیر رو میذارم یکم هوا بخوره تا بتونم راحت کیکم رو باهاش کاور کنم یا ماکت رو کاور کنم. الان میدونم که اندازه قطر ماکتم هست. بعد که مطمئن شدم، حالا شروع میکنیم به چسبوندنش. خب الان میخوایم شروع کنیم ماکت رو کاور کنیم. برای اینکه فونداتمون خوب بچسبه روی ماکتمون، روی اون فوممون، باید از آب استفاده کنیم. خب خیلی جا میتونم از چسب فوندانت استفاده کنم، ولی آب با توجه به اینکه توی فوندانت از پودر قند استفاده شده، ایجاد چسبندگی میکنه و خیلی خوب میچسبه روی ماکت. روی سطح کار رو هم صاف میکنم و بعد اضافی ها رو با کاتر یا چاقو جدا میکنم. خب الان من میخوام با این فوندانت سفید که دارم یه دندون درست کنم که به عنوان تاپر روی ماکتمون قرار بدیم. این فوندانتی که داریم رو به شکل یک حالا مستطیل در میاریم و کاملا سطح رویش رو روی یه سطح صاف غلط میدیم تا کاملا صاف و صیقلی بشه. این شکلی که دارید میبینید. بعد اینو روی سطحمون میذاریم و با یه قالب دایره یا یه کاتر دایره بالای خمیر رو خالی میکنیم، همچنین پایین کار رو، تا اون فرم دندون رو به ما بده و ما بعد شروع میکنیم با دست این قسمت ها رو کامل صافش میکنیم. پاها رو بلندتر میکنیم که فرم دندون بهتر بگیره. اگر خواستین هلالترش میکنیم. با دست بهش حالت میدیم. میتونیم با ابزار و وسایل مخصوص کاراکتر سازی کار کنیم، ولی خب من با دست کار میکنم که بدونید میشه این کار رو با دست هم انجام داد. بهش مقدار فرم میدم که حالت دندون رو بگیره.
خب من دهنشو با کاتر هلال در آوردم، حالا یه مقدار با سنبه داخل دهنشو گود میکنم و از فوندانت قرمز استفاده میکنم و میزنم داخل دهنش تا این قرمزی لباشو نشون بده. خب دهنش رو من مرتب کردم، دو تا ترافل برای چشماش استفاده میکنم. خب وقتی که دیدم دو تا اندازه هست با قلمو یه مقدار آب میزنم و چشما رو میچسبونم. خب دندونی که آماده کردیم میذاریم کنار تا خشک بشه، آیتم های بعدیش آماده میکنیم. ما میخوایم یه سری مروارید یا حباب روی کیکمون بذاریم. برای این کار میایم تکه های سایز های مختلفی از فوندانت رو برمیداریم، گله میکنیم کف دستمون و میذاریم روی سطح کار. خود صدف خوراکی رو تهیه کردیم، میریزیم توی ظرف و حبابایی رو که درست کردیم میندازیم داخل اون. چون ظرفمون میخواییم اون رو تکونشون بدیم، دایره خودشون رو در میاد. خب توی مرحله بعد چون تممون دخترانه هست، با یه خمیر فوندانت صورتی یه مسواک میخواییم درست کنیم که کنار خمیر دندونمون قرار بدیم. با یه خمیر سفید این فرم در میارم، صافش میکنم، شکل مستطیل بهش میدم و یه سری شیار روش ایجاد میکنم که فرم اون بروس مسواک رو داشته باشه و بعد اون رو روی دسته مونتاژ میکنم. برای پرچم شادی که میخوایم روی ماکت کار کنیم احتیاج به چند تا شکل مثلثی از فوندانت داریم. من فوندانتمو پهن میکنم و به تعداد حروف اسم اون کوچولویی که میخوایم مثلثای یک سایز در میارم و روی کیکم کار میکنم. خب من حروف انگلیسی اسم رو توی مولد در آوردم، حالا روی پرچم رو دونه دونه با آب میچسبونم و بعد میریم برای مونتاژ نهایی کارمون و این پرچم ها رو بچسبونیم روی ماکت. خب حالا ما میخوایم یه تناب رو درست کنیم که این پرچما بهش آویزون باشن. برای این کار یه تکه خمیر سفید رو من انتخاب میکنم و با کمک اتوی فوندان شروع میکنم اون رو به صورت نوار در میارم. خب ما اون تمام دیتیلای که میخوایم روی ماکتمون کار کنیم آماده کردیم و میخوایم کار رو مونتاژ کنیم. برای اینکه اون دندونی رو که درست کردیم روی ماکت کار کنیم، من اول با یه سیخ چوبی جای اون رو مشخص میکنم و ماکت رو سوراخ میکنم تا بعد بتونم دندون رو این قسمت قرار بدم. یه مقدار کوتاهش میکنم و خیلی آروم یه اون قسمتی که درست کردیم این رو کار رو فرو میکنم. نوار رو که آماده کردیم
جاش رو مشخص میکنم، آب میزنم و خب جای پرچما رو آب میزنم و یکی یکی پرچما رو نصب میکنم. جاهایی که میخوایم مرواریدا رو قرار بدیم با آب مرطوب میکنیم و دونه دونه مرواریدا رو روی کار میزنیم. مسواکی هم که آماده کردیم روی کار قرار میدیم. خب ماکت ما آماده هست. اگر خواستید میتونید مروارید و حبابای بیشتری روش قرار بدید و یا یه نوار پایین کار بندازید. تمام اینا سلیقه‌ایه و به سلیقه خودتون میتونید ماکتتون رو خیلی قشنگ و زیبا دیزاین کنید. خوشحال شدم در خدمتون بودم. انشالله که عکسای کاراتون رو برام بفرستید و من براتون استوری کنم. خوشحال میشم بتونم سوالاتون هم جواب بدم. موفق باشین. خدا نگهدار.